Taliban has swept through the Afghanistan capital of Kabul. There are chaotic scenes as U.S. troops at Kabul's airport strive to evacuate Americans as well as Afghan civilians. Seven Afghans. Kalashnikov has used a weapon to fire me. Kadan, I saw fire me. Kadan. Kadan, pish nazar khodam da chashmi ek tiflak ke do nim sala ut ya 10 sala da sarshani padarish bud. Kadan chashmish khod marmi. ببخشید گونم میگیرم یادم که میاد اون اونجا دیگه ما تصمیم گرفتم که باید 100% ما از یا یک داخل میدان شوم یا یک اینمینجا از بین برم دیم بیرون میدان اون اونجا ما از بین برم همراه اولادم میام اینجا که خداوند نجات ما داد و داخل میدان شدیم فهمیدم که بخیر دیگه حال میریم اونجا که داخل شدیم که خانمای خارجی امریکایی ها بود و خودشان من همقدر فهمیدم که میگه اینجا دیگه امن است شما نترسیم ترجمان هم بود گفتن دیگه حالا در امن هم ببین نترسیم دیدم جگر خون میشه دیده با ملکت خود کسی دیگه بیانت داره بگویه که امن است دید دیگه نترسیم زمانی هم تیاره حرکت کرد که میدیدم جگر خون شد که آیا دیگه مرگ زندگی دیگه افغانستان آمده بود تر نتر بخلاشت کلام ایده زندگی ما فکر میکنم که ما از کمپ خارج شویم آیا خدا اون کجا میریم همراه کی سر میخوریم چون ما در امریکا کسی نداشتیم آیا اولادایم چی میشه خودم چی میشه ما را کی کجا میبره کی جای میته نمیته It's gonna be 10 days at Fort Dix. Here we go. I don't want to discount or not recognize the pain and the guilt that people are carrying around from leaving family members behind. There's a lot of that. There's a lot of heartache, but there is also so much hope and joy. And how that's possible, I have no idea after what they've lived through. می خواهیم که اولادایم یک آینده خوب و درخشان آغاز کنند در امریکا دیگه به می امید اینجا آمدیم تا یک زندگی ما خوبتر و بهترتر شد بله